برای دوخت گل رزمون، برای گل برکاش، از رنگ صورتی پررنگ من برای این قسمت حاشیه کارم به سلیقه خودم انتخاب کردم و میزنم. این دیگه سلیقه‌ایه، یعنی شما میتونه این قسمت رو دوست داشتین بزنین، یا یعنی اینکه اصلا از رنگ روشنتون استفاده کنین و از ابتدا با رنگ روشن بدوزین. ولی اگه خواستین یه همچین حاشیه‌ای برای گلبرگاتون بذارین، از پهن و باریک استفاده میکنین. فقط گلبرگ های اطرافش، یعنی این گلبرگ و این گلبرگ رو، من این قسمت کار رو رنگ صورتی پررنگ تر استفاده میکنم و باقی کارها به این صورت دوختش انجام میشه. الان رنگ رو صورتی روشن رو میذارم و با اون دوختمون رو انجام میدم. عرض زیگزاگ رو روی 3 و 4 قرار میدین و شروع به دوخت میکنیم. مثل دوخت برگمون که براتون توضیح دادم، بازم وقتی که این سمت کار را داریم میدوزین، نوک گلبرگمون به سمت بیرون باید باشه. ببینی الان وسط گلبرگمون دقیقا وسط چرخ قرار گرفته. و باقی کار رو با رنگ صورتی یه مقدار پررنگ‌تر دوختش رو انجام میدیم. بسته به اندازه گلبرگی که دارین شما میدوزین، میتونید انتخاب کنید که گلبرگتون رو به چند رنگ بدوزین. گلبرگ که یه مقدار کوچیک‌تر باشه، با 2 رنگ میتونین اون گلبرگ رو بدوزین، ولی گلبرگ های بزرگتر رو میتونین حتی با 3 رنگ هم
دوختش رو انجام بدیم. این بستگی به سلیقه شما داره که از چه رنگایی میخواییم استفاده کنیم. تو دوختای قبلی به این صورت دوخته گلبرگمون تموم میشه. این دوتا گلبرگم با همین روش دوختش انجام میشه و میتونیم ترکیب رنگمون رو از سه رنگ هم انتخاب کنیم. این دوتا دیگر رو من دوختش رو انجام میدم و گلبرگهای بعدی و گلبرگ وسط رو براتون توضیحش رو میدارم، چون که یه مقدار روش دوختش با این دوتا فرق میکنیم.